محمد. آقا سید محمد. آقا سید محمد. آقا سید محمد. هنوز به پادش بزرگ فکر میکنی؟ بهادر علی خان اسد محمد رو از من بگیره کور میشم برای همیشه. عبور از محلکه ها بدون اسد محمد ممکن نیست. خدا بزرگه، کاش از مبحث خلاص نمیشد. شاد خان تصمیم گرفته که دور بر منو خالی کنه. چه گناهی توقیف شدی؟ بیگناه توقیف کردی منو، همین بلام سر خورشید آوردی. بر میگردم من، چون تقصیر نکردم. تقصیر نکردی؟ این همه غلط کرد بهادر، هیچ نگفتی تقصیر نیست اینها؟ دمار از روزگار تک تک اونایی در میارم که نذاشتن جهان پسند ببرم به هجله. فکر نکن چون اتصیرم به دست تو چاپلوسی میکنم برات، ولی تنها کس من بودم که کمی راضی بود به این وصلت. کمی؟ وقتی قرار گوهر یک دانه ببری باید با مهربانی از ضربیه تو، نه با قلدری و تهدید. بعدم ثابت کنی هموطن اونی و قدرشو میدونی. چقدر حرف مفت میزنی پیر مرد. آخ آخ، که اگر خان نگفته بود، اگر نگفته بود آزارت ندم، الان تیکه پاره شده بودی تو دستای من. بکش بکش، تو همیشه ضعیف کش بودی. کت خدای دارونم پیر و ضعیف بود. تو یه نامرد سرچه کردی زیر آب و خودت شدی بزرگ دارون. پیر فج، ببین بالاخره یه روز تو رو به چنگ میارم و با دستای خودم میکشمت. دنیا دار مکافاته، هر غلطی بکنی دست آخر یکی رو دستت برن میشه و چنان تو رو میکشه که از سک کم تر بگیر. خوناق بگیر دیگه، خفشه خفشه، خوناق بگیر دوگرنه خودم با دستای خودم خفت میکنم. فهمیدی یا نه؟ با دستای خودم خفت میکنم. هی میگه آی زرخو، شم شدی سگ پاچکی؟ جد سید خدا بزنه به کمرت. نه خانم بزرگ، من داشتم کمک میکردم که زمین نخوره. لازم نکرده شرمرسان، ما رو به خیر تو امیدی. خانم بزرگ. سلام خانم بزرگ. سلام سید، عجب یاد ما کردی. منتظر خان، بریم. من سید خدا رو دستتو نمیدم. غلط کنم بد رفتار باشم من، سید رو سر من جا داره. روزه اندرونی فقط تو رو داشت سید، گرم بود به حضور تو، حالا حتی محرم و سفرم قدم نمیذاری رو چشم ما. کاروان آرسته افل یتیم چند سال خدا وکیلی؟ تنها فایده کوری روزه اندرونی بود، حالا که پیری هم بهش اضافه شده
بیفایده و حرف شدم خانم بزرگ. بی نور که نشدی؟ کوره ولی کوره بینا بهتر از بینای کوره. دل ما روشن بود به سوز و گداز تو. سایه لطف شما همیشه رو سر ما بوده و هست. تمام این ایام هم مرحمتی شما میرسید. به نیابت از شما مجلس میگرفتم تو بهون خودم. خانم بزرگ، خان کم لطف شده به ما. حساب سید و سادات همیشه جداست، حتی برای خان. نظر حضرت به دل بمونی. کاروان آهسته رو طفل یتیم گم کرده ام. به 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 من حسین گم کرده. به به شوق آقا سید گل کرده. ذوق. بله همون ذوق. بی نصیب نمیذارن اندرونی رو، ولی الان خان منتظرم. پهن سگ. سلام سید. دور و بر نترس، بیا جلو، بیا جلو. جلوتر میشه. راحت تکیه بده. میان که شما رو ببینم. نه، این دور از جوون مردیه فتح‌الله. تو مردی نیستی که تفنگ بکشی رو به برادر. ببین من هیچ سلاحی ندارم. تا وقتی برادر بزرگتر زنده است کسی به من خان نمیگه. خودت میدونی من شایسته ترم برای خان بودن. واقعا اینطور فکر میکنی؟ نه، باور نمیکنم. خدایا امروز صبح که اومدیم راه بیفتیم من پشتم گرم بود به برادر. نمیدونستم مار تو آستین پرورش دادم. نکن. چطور میخوای این قتل رو توجیه کنی؟ همه دیدن ما با هم اومدیم. همه میفهمن تو برادرتو کشتی فتح‌الله. داستان شالبه و شنیدنی. ما دوتا برادر صبح که راه افتادیم فقط به پشتیبانی همدیگه فکر میکردیم، اما از بعد ماجرا به یه مش تفنگچی ناشناس برخوردیم. فکر کنم تفنگچی های شوکت خان بودن. ناچار به نبرد شدیم. آقایون جنگ مغلوبه شد. احسان الله تیر خورد. خون من، خون فتح‌الله خان به جوش اومد. زدم به دل دشمن، همشون رو فراری دادم. بعد جسد نیمه جون برادر نازنینمو با هزار مکافات از این کوه و کمر رد کردم تا نجاتش بدم، اما دووم نیومد، مرد. آقایون حالا من منتظر یه فرصتم تا قاتلین برادرمو شناسایی کنم، انتقام خون برادرمو بگیرم. خوب بود برادر؟ راضی از داستانم؟ عجب، از فکر همه چیزو کردی تو.
سلام. بنشین. یادم میاد تو همین اتاق بود. آخ، نباید زنده میموندی. گفتی سیدم و هم قسم شدیم که این راز برای همیشه باقی بمونه و با مرگ من و تو بره توی گور. یادت هست؟ اگه سید نبودی قبول نمی کردم. بازم قسم میخورم خانم. شما قسم خوردی به زندگی من، منم قسم خوردم به رازداری شما. قسم بزرگی بود خانم. قسم خوردیم به جدم. الانم قسم میخورم که صندوق سینه‌ام باز نشده تاها. چیزی دیدید؟ یا چیزی شنیدید؟ دستاویزی داری از من که به تو جرأت میده. به خودت اجازه میدی تو کار ایرخانی فضولی کنی و به بهادر راچاه نشون بدی. چرا بهادر را سوق دادی به سمت شوکت خان؟ بازم قسم میخورم خان. صبحی که قره سوران اومدم برای توقیف بهادر، همه ما، همه حضرات تازه فهمیدن بهادر چه قصدی داره. حتی رضایت گرفتن از شوکت خانم کار خودش بود. یعنی بهادر اینقدر فکر داره تو مغز معیوبش؟ این تو نبودی که بهادر فرستادی به ضیافت من تا اون قالیو پس بگیره؟ به هر چی بگی قسم میخورم که من، حتی همه حضرات پازن وقتی برگشت فهمیدیم چه کرده و چه شده. همه هم تحصیل از پاداش بزرگ. شوخی کردم، فراموشش کن. دوراب. در خدمت هم خون. اسد محمد مهمان مخصوص ماست. بهتر قهوه بخوریم با هم. بچش. دوراب بود. نوکرم رفته برای زایمان زنش. ببین سید، همین الان یه چیزی به فکرم افتاد. هر سال برای یادآوری قول و قرارمون یه ضیافت قهوه برپا میکنم. با هم قهوه میخوریم و گپ میزنیم. افتخار برای من. لطف مرحمت خان هیچ وقت فراموشم نمیشه. ببین سید، هنوز این مسئله برای من روشن نشده که بهادر به پشتوانه چه کسی یا چه کسانی اینطور محکم و استوار در برابر من قد علم میکنه. چطور جرأت میکنه تصمیمات منو به بازی بگیره؟ اگر من و بقیه حضرات با خبر باشیم که کدوم کار بهادر مایه نارضایتی خان میشه، مطمئن باشی جلوش میایستیم به هر قیمتی شده. یعنی واقعا شما نمیدونید چه کاری من راضی میکنه و چی نمیکنه؟ بهادر پشتش گرمه به این که اگه من بهش حمله کنم پازنی ها خودشون رو فدا میکنن. به همین خاطرم خیلی ها مراعاتش میکنن و به همین دلیلم حریمی پیدا کرده که کم کم داره خیلی پهن میشه.
بخور. دستت درد نکنه. شده آسیب من آخ دورا آی بله حالت خوش نیست آسیب من من آشوب شد دلم آخ چیزی نیست از هیبت خانه دو تا تفنگ چی بفرست مراقبش باشم به روی چشم لازم نیست اصلا خودش راه بلده آخ آی آخ مطمئنی میرسی به بهونه خودت؟ حالمان آهسته رو طفل یتیم گم کرده ام من حسین گم کرده ام کاروان آهسته رو طفل یتیم گم کرده ام من حسین گم کردم کاروان آهسته رو من حسین گم کردم Thank you.
آسف محمد! آسف محمد! آسف محمد! چی شد آسف محمد؟ زهر. زهر؟ یا ابوالفضل! یکی بیاد کمک! یکی بیاد کمک! آهای بیایی کمک! بیارینش پایین. بیارین ببرین تو چادر. موازه باشه نیافته. موازه باشه محکم بگیر. چی شده؟ بیار. موازه باشید. سرشو بزنید. آموزه زمین. یکی پیروزو خبر کنه برین. برو خبر کنه. چی؟ تنها باشه. میخواد تنها بمونه. بریم بیرون. فکر میکردن نمیرسم به اینجا. بی جلو. من دیدم. فدالله خان. برادرش. احسان الله رو کشت. دوبانشه اینجا شما. حالا جانم راز رسید به تو. مراقب خودت باش. آسد محمد، آسد محمد، آسد محمد. یه زنگو با تو حرف زدم. به بهادر بگو عروسی خورشید هر چه زودتر بهتر. این وصیت منه. عروسی خورشید هر چه زودتر. آسد محمد، آسد محمد. انا لله و انا الیه راجعون. سلام. چی کار داشتی بیرونی؟ من؟ خبر دادن. خان گفته بود نظر میخواست. بزرگ شدی خیلی. خان مشورت میکنه با تو. همه یه روزی بزرگ میشن. خیلی هم هیچ وقت بزرگ نمیشن. اونم خان داد به تو؟ مال کوره است. برو به کارت برس. ابراهیم یواش با
برای بانوی اندرونی. میدم به سوگلی تو. خریدم برای تو. میخوام بدونی قدردانت هستم. جا گذاشته حاسد محمد، هر طور هست برسون به او، احتیاج پیدا میکنه حتما. دیگه به دردش نمیخوره. چه زود بیخاصیت شد. لااقل اعتنا کن به مرحمتی ما. دوست دارم ببینم دور گردنت. میگن طلا سر شوق میاره زنها رو. بندازم گردنم که چی بشه؟ مثل اون عصابی مصرف بشه زود؟ طلا نبی خاصیت میشه نبی مصرف. شهات نمیشه دلم با یه خرمور. چه خار و ذلیل این دنیا. گریه میکنی؟ طوری نشده که. یاد احسان الله خان میفتم. حتما اونم به یاد ماست. طلب و تمنایی داره شاید. چه طلب و تمنایی بعد از این همه سال؟ خدا نکنه قرضدار از این دنیا بری. اونم ناگهانی که فرصت نکنی. عاقبت به خیر نمیشه کسی که فرصت توبه پیدا نکنه. بهادر فکر نمی کرد که با مرگ آقا سید محمد مانند کودکی شود که پدرش را از دست داده. اما طایفه انتظار داشت بار این غم را مردانه به دوش بکشد. همه مرگ راییم، پیر و جوان، که مرگ از چون شیر و ماهوان. زمین گر گشاده کند راز خیش، به پیماید آغاز و انجام خیش. کنارش پر از تاج داران بود ایداد، برش پر ز خون سواران بود، پر از مرد دانا بود دامنش، پر از خوب رخ جیب پیراهنش. اگر چرخ گردون کشد زین تو، سرانجام خشتم از بالین تو. نگذاری یک کلاغ چهل کلاغ کنن، وانمود کنیم که هیچ نمیدونیم. آوازه نشه میرونه دهن مرد. جز این که زهر بهش دادن چیز دیگه یه میدونی؟ نه نه هیچ. پا چرا انقدر دلنگرانی کرامت؟ دلنگرون نیستم. حسد محمد میخواست طایفه رو به یه سامونه برسه. چی گفت قبل اینکه نفسش بند بیاد؟
گفت مصمومش کردن. خب همین. بعد گفت آوازه نشه. بعدش اصرار داشت که هر چی زودتر دخترت عروسی کنه. همین. نگفت برای چی؟ نه. عزاداریم این بار هم میدونست، برای همین گفت فردا. سلام. سلام آقا. سلام. سلام. سلام آقا. کت خدا چه کنیم ما؟ کیه مقصر؟ کت خدا. کت خدا آروم کن تا یه قرار. عقل ما مرد، کامل عقل ما آسد محمد بود، نباید میمرد، ولی مرگ حق. بار عقلهای ناتوان و بیتاقت ما به دوش او بود. حالا باید زیر این بار کمر خم کنم، چون آسد محمد از میان ما رفت. وقتی 12 سالم بود و پدرم کشته شد، برای اولین بار طعم یتیمی رو چشیدم. به خودم گفتم پدرم به ناحق کشته شد، ولی مرگ حق. حالا هم مرگ مثل خروس بی‌محل اومد سراغ آسد محمد. من یتیم شدم. طایفه هم یتیم شد. پس دائم باید به خودم نهیب بزنم که مرگ حقه. فکر کنم عزراتم موافق باشن که به طایفه نهیب بزنن که هیچ وقت فراموش نکنن که مرگ حق. هرچند که خروس بی‌محل باشه، خدا رو شکر، خدا رو شکر که تازن آخر مردی مثل کل احمد داره که میتونه سرگشته هایی مثل ما رو راهنمایی کنه. من کجا و آسد محمد کجا؟ پیر ما تویی کل احمد، چه کنیم ما؟ امر کن. همونطور که کت خدا گفت، کمر امثال من زیر بار سنگین خم میشه و تاب میاره. کسی کو فروتن‌تر و رادتر، دل دوستانش به دو شادتر. ما به تو دل دادیم کل احمد، گردن میذاریم به هر چه توصیه کنی. همه میدانستند کربلای احمد برای اینکه جای آقا سید محمد را بگیرد بسیار کم دارد. افسوس که اجل مهلت نداد آسد محمد با ما حرف بزنه و بره. فقط اصرار داشت برای عروسی خورشید و جهان پسند یک روز هم صبر نکنیم. همین فردا. عزاداریم ما. اون مرحوم میدونست، برای همین اصرار کرد، حتی گفت وصیته. پیر ما توی کلامت، چه کنیم ما؟ امر کن. امروز تدارک میبینیم، فردا هم مراسم میگیریم، بدون مصلحت بینی و معطلی. یک بار دیگه عزا و عروسی طایفه یکی شد. منم گردن میذارم
به هر چه که حضرات امر کنن. از همین الان تدارک میبینم، هم برای عزا هم برای عروسی. لطیف چطوری لطفری؟ بفهم آقا بروت جبون قربان شما. قسم به حرمت این اجاق که مهر این طایفه هرگز از دلم بیرون نخواهد رفت. هر چه میکنم دست از سر من بر نمیداره که صاحب اون قالی بی بی باف من باشم. قراره بدون مشورت حضرات کاری نکنیم. معامله مخفی میکنم، مطمئن باش. چادر سیارم انداخت. آی کت خدا، هنوز مانده تا کود. و ما فکر می کردیم هنوز مانده تا کوچ، و نمی دانستیم که بانگ الرحیل دیر زمانی است که برخواسته، و دست اجل عزیزی را از ما می گیرد که فقدانش بر ما سنگین و گران خواهد بود. راجع به یک بزرگ، به یک هنرمند واقعی دلسوخته تئاتر، سینما و تلویزیون صحبت کردن بسیار مشکله، ولی خب ما از دهه 40 به مرد بزرگ آشنا شدیم، کارهای تئاتری. بعدم که خب دیگه سالها شد کارهای تصویری، و او آمده بود تا آسید محمد قصه ما بشود. سلام علیکم. سلام علیکم. بفهمید بالا بشینید. خب همینجا میشین. هم اون که منش و خصلت و خوی محترمانش
در واقعیت در نقشش نیز جلوه‌گر شد. خان نه، بذار گردن دورا، بگو خودشون تجسس کنن، دروغ راستش هم گردن نگیر. چشم، بریم. آسید محمد که در نقش قصه محترم بود و عزیز، در پشت صحنه به همان اندازه دوست داشتنی بود و گرانقدر. بعد از حدود 40 روز از رفتن آقای مبارکه، هنوز سخته که در موردش صحبت کنم، هنوز قصه میخورم که چرا از یک کسی مثل مبارکه با این سطح توانایی ها استفاده نمیشه. خب من تصمیم گرفتم که دیگه رهاش نکنم، ولی دریغ که رفت. انقدر آرام بود که بچه های تیمم که باش صحبت می کردن آرام می شدن و گاهی به ما می گفتن چقدر این آدم خوبیه. انقدر آدم صبوری بود، انقدر آدم مهربونی بود و بسیار مؤدب. یک بار فکر نمی کنم کسی توی این جمع باشه که بتونه بگه آقای مبارکه با صدای بلند حرف زده. یادم نمیره ما چون با فشار شروع کرده بودیم و وقت پیدا نکرده بودیم که روحانی و تمرین و این کارا رو بکنیم، توی برنامه‌ریزی ما مجبور شدیم با سخت‌ترین سکانسش شروع کنیم. خب من به دستیارم گفتم که ای کاش ما از سکانس‌های ساده شروع می‌کردیم، این نقش پخته می‌شد و آرام 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 می‌رسیدیم به این سکانسی که اینقدر سخته. وقتی شروع کردیم خیلی فوق‌العاده بود و من دیدم عجب سطح توانایی داره. به هر حال جای خالیش به نظرم به آسانی پر نمیشه. توی فیلم ها یه سکانسی رو داریم که بعد از مرگش یه جور عزاداری میشه براش. پلانه‌ای که میگرفتیم، خب فیلم بردارمون خیلی انرژی گذاشت و خیلی خیلی پلانای جذاب و خوبی شد. واقعا همجا گفتم مرگ این چقدر زیبا شده تو این پلانا و هیچ وقت فکر نمی کردیم که جدی میشه. عقل ما مرد، کامل عقل ما آسد محمد بود، نباید میمرد، ولی مرگ حق. من یتیم شدم، طایفه هم یتیم شد. نظر حضرت به دل بمونی. کاروان آهسته رو طفل یتیم گم کرده ام. من حسین گم کرده ام، کاروان